یه مثال دیگه، عنصری در دوره چهارم و گروه 16 هم قرار دارد، عدد اتمی آن کدام است؟ خب این سوال من به دو روش براتون حل میکنم. روش اول، سوال میگه عنصر در دوره چهارمه، اگه دوره چهاره پس N یعنی بزرگترین ضریبش بچه ها چهاره. گروه 16 اگه گروه 16 یعنی لایه بیرونیش به این شکله NS2 NP4. دقت کنید این از کجا آوردن. گروه 16 گفتم برای اینکه گروه رو تو دسته پی پیدا کنم تعداد الکترون پی رو با 12 جمع میکنم، پس پی اون حتما 4 تا الکترون داشته که با 12 جمع شده شده 16. پس گروه 16 لایه ظرفیتش به این شکل میشه NS2 NP4. حالا همینجا داخل پرانتز یه نکته بگم، تمرین با هم بکنیم. اگه مثلا بچه گروه 17 بود چی میتونستم بگم؟ درسته میشد NS2 NP5 که جمعش بشه 70 بشه گروه 17. اگه مثلا گروه 14 بود چی مینوشتم؟ میگفتم NS2 NP2 که جمع S و P بشه 4 گروه 14 داشته باشن. حالا میایم سراغ این. پس گروه 16 دارم NS2 NP4. خب حالا آرایش رو رسم میکنم، 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 بعد 4S گفتم 3D4 میشه 10 تا بهش میدم، حالا 4P4. آرایش به این شکل باید بشه NS2 NP4 با توجه به اینکه بچه ها Nش 4ه، پس میشه 4S2 4P4. من این آرایش رو نوشتم، حالا الکترون ها رو میشمارم، عدد اتمی که زد باشه به دست میاد 34. خب این یه روش. روش دوم، با استفاده از عدد اتمی گازهای نجیب اینو حل میکنم. ببینید چجوری. نکته رو میدونیم، انتهای دوره چهارم به کریپتون 36 ختم میشود. خب ببینید بچه ها، سوال اینجا میگه عنصر توی دوره چهاره، گاز نجیب دوره چهار رو باید بشناسی. یه بار با هم در نظر میگیریم این گازهای نجیب. اولیش هلیوم 2، دومی نئون 10، همینطور جلو بریم آرگون 18. دوره 4 بچه ها شد کریپتون که 36ه، پس دوره 4 به چی ختم میشه؟ عنصر 36 گاز نجیبش. خب گازهای نجیب گروه چندن؟ اینو گروه 18. خب پس تا اینجا با من بیاین، گاز نجیبی که دوره 4 بهش ختم میشه عدد اتمی 36ه، کریپتون 36، و گازهای نجیب گروه 18 هستن. حالا اگه من اینو دارم، قبلش میتونم در نظر بگیرم گروه 17 اتمیش میشه 35، برمیگردم به عقب. همینطور گروه 16 عدد اتمیش به دست میاد 34، یعنی عدد اتمیش رو 34 که گروه 16 باشه. سوالم میگفت عنصر در دوره 4 و گروه 16، دوره 4 گروه 18ش 36، گروه 17ش 35 و گروه 16ش 34. یه سوال دیگه باز، یون ایکس سماسبرد به آرایش 3P6 خط شده است و 24 نوترون هم دارد، عدد اتمی و عدد جرمی آن کدام است؟ خب ببینید بچه ها، میگه ایکس 3 مثبت شده 3P6. خب باز با هم تمرین میکنیم. ایکس 3 مثبت یعنی بچه ها ایکسی که 3 تا الکترون از دست داده. حالا من اگه میخوام ایکس رو بنویسم باید 3 تا رو بهش اضافه کنم، برگردونم بهش. درسته 3P6 رو داشتم، ادامهش با چی پر میشه؟ بعد 3P6 اول 4S پر میشه، 2 تا الکترون بهش میدم، بعد نوبت 3D، یه دونه الکترون به 3D وارد میشه، یعنی ایکس به این شکل در میاد لایه بیرونیش. حالا شما اگه ایکس رو از اول رس کنی که به این آرایش یعنی بیرونش 4S2 و 3D1 برسی، بله عدد اتمی که جمع این الکترون ها باشه به دست میاد 21. عدد اتمی 21 شده. عدد جرمی که آ باشه جمع پروتون و نوترونه، پروتون 21، نوترون هم خود سوال گفته 24، جمعشون به دست میاد 45، عدد جرمی عنصر 45. خب باز با یه تست دیگه، کدام آرایش الکترونی فقط میتواند مربوط به یک کاتیون باشد؟ خب 4 تا گزینه داریم. خب ببینید بچه ها، راجب این سوال که میپرسه کدوم آرایش فقط میتواند مربوط به یک کاتیون باشد، به اون فقط دقت کنید، یعنی فقط میتونه یون مثبت باشه کاتیون و اتم خنسا یا یون منفی نمیتونه باشه. خب من به شما میگم اگر در آرایش الکترونی زیر لایه 3D الکترون گرفته باشد، در حالی که زیر لایه 4S
وجود نداشته باشد، آرایش مربوط به یک کاتیون خواهد بود. زیرا در اتم خنسا ابتدا زیلایه سدی و سپس زیلایه 4 اس الکترون میگیرد. با این توضیحی که من دادم گزینه 4 درسته. حالا یه بار دیگه خلاصه این چیزی که نوشتم براتون توضیح میدم. ببینید توی اتم که شما میخوای آرایش رسم کنی، اول گفتم 4 اس پر میشه، بعد سدی الکترون میگیره. خب تو آرایش گزینه 4 نگاه کنید، اینجا شما سدی داری ولی 4 اسی وجود نداره. اگه اتم میخواست باشه اول باید 4 اس رو شما داشتی بعد سدی الکترون میگرفت. وقتی 4 اس وجود نداره و سدی داری، یعنی حتما اتم 4 اسش جدا شده ازش، پس حتما الکترون از دست داده، پس حتما یون مثبته و اتم خنسا نمیتونه باشه. یه مثال دیگه باز، اگر در یون تک اتمی ام اس مثبت با عدد جرمی 129 تفاوت شمار الکترون ها و نوترون ها برابر 14 باشد، عدد اتمی عنصر ام دوره و گروهان کدام است؟ خب شبیه این سوالو توی اسلایت های قبل توضیح دادم، یه بار دیگه اینو باز میگم، دقت کنید بچه ها. میگه تفاوت شمار الکترون و نوترون 14. خب من باید بنویسم N منهای E مساوی با 14، و اگه بنویسم E منهای N اشتباه. چرا؟ درسته، چون تعداد نوترون ها از الکترون و پروتون ها بیشتره. پس N منهای E مساوی با 14. از طرفی 129 چیه اون؟ اون عدد جرمیه، یعنی جمع پروتون و نوترونه. حالا از این استفاده میکنم N منهای 14 یون سه مثبته. یعنی چی؟ یعنی سه تا الکترون از دست داده، پس الکترون ها سه تا از پروتون ها بچه ها کمترن، پس الکترون برابر میشه پروتون منهای 3. تو اینجا به جای ای پی منهای 3 قرار میدم، پس N منهای پی منهای 3 نوشتم مساوی با 14، این رو به دست میارم N منهای پی مساوی با 11. خب یه دستگاه تشکیل میدم که N منهای پی 11 شده. از طرفی گفتم اون 129 جمع پروتون و نوترونه که به دست میاد 129. حالا این دستگاه رو شما حل کنی، 2N به دست میاد 140 و N به دست میاد 70. با جاگذاری ساده پروتون به دست میاد 70 منهای 11 به دست میاد 59. عدد اتمیش شده 59 که همون زد باشه. برای تعیین دوره و گروه آرایش اینو من رسم میکنم. خب با گاز نجیب اینو رسم کردم، با زنون 54 مینویسیم، ادامش 6S دوتا میگیره بعد 4F3، که اینجا من دیگه باید 6S رو بیرون میوشتم 4F رو درون، اشکالی نداره به همیشه. برای تعیین دوره و گروه، خب دوره به دست میاد 6. چرا؟ چون بزرگترین ضریب گفتم نشون دهنده دوره، که اینجا بزرگترین ضریب 6، دوره میشه 6. گروه چنده؟ دسته عنصر F، چون آخرین الکترون رو به F ما وارد کردیم. اگه دسته F باشه گروه به دست میاد 3، که اینم توی اسلایت های قبلی توضیح داده بودم. یه تست حل کنیم، اگر عنصر A 32 با عنصر X از گروه 15 جدول تناوبی هم دوره باشد، عنصر A در کدام گروه جدول تناوبی جای دارد و عدد اتمی عنصر X کدام است؟ تجربه داخل 95. خب ببینید بچه‌ها، میگه عنصر A 32 با عنصر X از گروه 15 هم دور است. خب گروه 18 عدد اتمی 36، یعنی دوره 4 گاز نجیبش، بله، عدد اتمیش 36 که کریپتونه، حالا اسمش مهم نیست ولی مهمه که عدد اتمیشو بشناسیم. 36 گروه 18 هم است. پس میتونم نتیجه گیری کنم گروه 17 عدد اتمیش میشه 35، همینطور گروه 16 34، برمیگردیم عقب همینطور، و گروه 15 33 و همینطور گروه 14 32. پس دوره 4 عدد اتمی گروه های مختلف رو به این شکل دارم. پس عنصر A 32، بله، عنصر A 32 گروهش بچه ها 14 مشخصه، دورش هم اینا همه دوره 4 هن به این شکل. همینطور عنصر X رو من میتونم بگم، چون گروه 15، بله، و دوره 4 هم هست، عدتومیش بود 33، میشه گروه 15، اینم دوره 4. یه سوال دیگه باز، عنصر دسته D که شمار الکترون های زیلایه 3D با 4S در اتم آن برابر است، در کدام گروه جدول تناوبی جای دارد؟ ریاضی خارج 94.
خب ببین بچه این سوال آسونه خیلی. میگه الکترون های زیلایه 3D با 4S برابره. خب شما میدونی اول باید 4S الکترون بگیره بعد 3D، و 4S میتونه دو تا الکترون بگیره. پس 4S دو وقتی دادی حتما 3Dش هم دوه که الکترون ها با هم مساوی بشن. اینجا گروه به دست میاد 4. چرا؟ چون دسته دیه آخرین الکترون به دی وارد شده، جمع S و دی میشه گروه. دو تا الکترون توی دیه، دو تا توی S، جمعش میشه 4، گروه 4. یه تست دیگه باز، آرایش الکترونی کاتیون ZN دو مثبت، عدد جرمی 65، عدد اتمی 30. به ترتیب از راست به چپ با آرایش الکترونی کدام گونه یکسان بوده و شمار نوترون های آن با کدام گونه برابر است؟ خب اینو با هم بررسی میکنیم. ZN دو مثبت، دقت کنید بچه ها، و گالیوم 3 مثبت دارای 28 الکترون بوده و آرایش الکترونی یکسان دارن. پس این دوتا گونه تعداد الکتروناشون برابره. ببینید بچه ها، این 30 تا الکترون تو حالت خنثی داره. وقتی دو مثبت میشه ZN، یعنی دوتا از دست میده، از 30 من دوتا جدا کنم به دست میاد 28. پس این 28 الکترون داره. همینطور گالیوم 3 مثبت بچه ها، این حالت خنثیش 31 الکترون داره، وقتی سه تا از دست میده میشه 28. پس این دوتا گونه الکتروناشون مساوی، آرایششون اینجا مساوی هم میشه. همچنین قسمت بعد میگه تعداد نوترون های ZN دو مثبت بچه ها 65 C و CU مثبت که 64 29 باشه با هم برابره و هر کدوم 35 تا نوترون دارن. این نکته هم بدونید، اختلاف عدد جرمی و عدد اتمی تعداد نوترون به شما میده. اختلاف 65 با 30 به دست میاد 35، پس تعداد نوترون تو این گونه 35. همینطور اختلاف 64 و 29 هم به دست میاد 35، یعنی تعداد نوترون تو این گونه هم 35 و این دوتا نوترون مشابه دارن و جواب تست گزینه 4 خواهد شد. باز یه تست دیگه حل کنیم. میگه آرایش الکترونی کاتیون CO Cl3 کدام است؟ کوبالت در دوره چهارم و گروه 9 جدول تناوبی جای دارد. خب ببینید اینجا میگه آرایش الکترونی کاتیون این ترکیب. خب شما باید بدونی که CO Cl3 ترکیب یونیه، چه یونهایی داره. کوبالت اینجا بارش 3 مثبته و Cl اینجا بارش 1 منفیه و کاتیونش کوبالت 3 مثبته که من آرایش رو باید پیدا کنم. حالا برای اینکه شما بخوای کوبالت 3 مثبت رو رسم کنی، اول باید خود کوبالت رو رسم کنی و عدد اتمی کوبالت رو باید بدونی. خب من میدونم کوبالت عدد اتمیش 27. توصیه من به شما اینه عدد اتمی عناصر شماره 1 تا 36 جدول تناوبی رو بلد باشید که توی تستا میتونه خیلی کمکتون کنه. خب اگه عدد اتمی رو نمیدونی، سوال داره راهنمایی میکنه. میگه کوبالت در دوره چهارم و گروه 9 جدول تناوبی جای دارد. خب ببینید دوره 4 از عنصر 19 شروع میشه، اینا رو باید بشناسید. از عنصر 19 شروع میشه تا عنصر 36 که عنصر 9 که گروه 9 باشه عدد اتمیش به دست میاد 27. یه بار دیگه با هم میریم. پس از عنصر 19 شروع میشه تا 36، 19 میشه گروه 1، پس 19 شد 1، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 27 به دست میاد گروه 9. خب پس CO Cl سر من دارم، کوبالت 3 مثبت و Cl منفی. نوشتم با توجه به اینکه کوبالت در دوره 4 و گروه 9 جای دارد، جزء عناصر دسته دی بوده و عدد اتمی آن 27 است. پس کوبالت 27 رو رسم می‌کنی به این شکل، اینو بلدیم. حالا اگه می‌خوای کوبالت 3 مثبت رسم کنی، باید 3 تا الکترون ازش جدا کنی. از کجا؟ از بیرون الکترون جدا کن. اول 4s جدا میشه، یه دونه الکترون هم از 3d جدا می‌کنم که در مجموع 3 تا الکترون جدا کرده باشم و آرایشش به صورت آرگون 18 و 3d6 در میاد. یه تست دیگه باز، در اتم کدام عنصر به ترتیب از راست به چپ شمار الکترون های زیلایه های 3D و 3P برابر و در اتم کدام عنصر شمار الکترون های زیلایه 3D با شمار الکترون های زیلایه 4S برابر است؟ ریاضی خارج 95. خب
ببینید دو تا قسمت داره. سوال قسمت اول میگه الکترون های سدی و سپی برابر باشه. خب میریم برابر بودن سپی و سدی یعنی چی؟ یعنی بچه ها سپی که 6 تا الکترون میگیره حتما سدی هم 6 تا الکترون داره که با هم برابرن. اون وقت کدوم عنصر به این شکله؟ بله Fe26 به این شکل خواهد بود که شما آرایش رو رس کنی. بله ببینید 26 شما رس کنی 4S2 داری، بعد درونش سدشیش که اینجا الان تو آرایش Fe26 سپی و سدی 6 تا الکترون دارن با هم برابرن. همینطور قسمت بعد سوال میگفت تعداد الکترون 4S با سدی برابر باشه. خب اگه اینا قراره با هم برابر باشن آرایش به چه شکلیه بچه؟ درسته 4S حتما دو تا داره و سدی هم باید دو تا داشته باشه که اینا با هم مساوی باشن. خب کدوم عنصر که به این شکل آرایشش یعنی 4S2 و سدی 2؟ بله عنصر تیتانیوم 22 که اینو اگه شما رس کنی به این آرایش میرسی 4S2 سدی 2 که تو این عنصر سدی با 4S الکتروناش با هم برابر هستن.